فدراسیون نجات قلعه و غواصی تقریبا یک سال است که در زمینه محیط زیستی فعالیتش رو بیشتر کرده با تشکیل کمیته به نام کمیته احیا و حفظ محیط زیست آبی. این فدراسیون به کمک غواصان متخصص در این رشته و متبهر اقدام به پاکسازی اماکن آبی در چند منطقه نموده. در سال 98 در کیش، در سال 99 در آبدانان ایلام و پروژه‌ای که الان در خدمتتون هستیم، پروژه دریاچه استادیوم آزادی هستش. قرار بر این هستش که انشاءالله با کمک غواصان سطح بستر زیر دریاچه انشاءالله پاکسازی بشه و با کمک قهرمانان فدراسیون قایقرانی این آشغال‌ها همه جمع‌آوری بشه و طی مراسمی انشاءالله ما این آشغال رو تخلیه بکنیم. ما انشاءالله پروژه دیگه هم داریم در قشت و حالا مناطق دیگه و فکر میکنیم که تا پایان سال 3 یا 4 پروژه شبیه اینو انجام بدیم. خروجی این کار انشاءالله دریاچه از این پروژه پاکسازی دریاچه آزادی انشاءالله تا هفته بعد در روی وبسایت فدراسیون قایقرانی و فدراسیون نجات قلعه غواصی قرار خواهد گرفت. ما دعوت میکنیم از علاقمندانی که میخوان در این زمینه فعالیت کنن، حالا در زمینه مختلف محیط زیستی، غواصی یا هر چیزی که بتونه به ما کمک کنه میخوان فعالیت کنن، وارد سامانه فدراسیون نجات قلعه و غواصی بشن و در عضو کمیته احیا و حفظ محیط زیست آبی ما بشن. خدا رو شاکرم و خیلی خوشحالم که امروز در مجموعه ورزشی آزادی در کنار دریاچه پیر مجموعه ورزشی آزادی متخصصان فدراسیون نجات غریق و غواصی و فدراسیون قایقرانی دست به دست هم دادن، قهرمانان، مسئولین، قایقرانان، غواصان و منجیان که به پاکسازی دریاچه آزادی بپردازیم. دریاچه‌ای که سالهاست محل تمرین ملی پوشا و قهرمانایی که قهرمانان آسیا و جهان در همین دریاچه شدن. خب بس پاکسازی بستر دریا یکی از فعالیت‌های محیط زیست و توجه به محیط زیست آبی است که این کار با متخصصان فدراسیون نجات قلعه و غواصی و متخصصان فدراسیون قایقرانی داره امروز انجام میشه. یک تشکری دارم از جناب آقای سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، برادر خوب و دوست عزیزم که با مشارکت این فدراسیون انجام میشه، و تشکری هم دارم مجموعه ورزشی آزادی که همکاری کردن، و از تشکر از همه مهمانانی که امروز از سراسر کشور در خدمتشون هست. برنامه که امروز ما در خدمت دوستان هستیم به عنوان میزبان پاکسازی محیط زیستی دریاچه پیر آزادی، به این قرار بود که تفاهم‌نامه بین ما مجموعه ورزشی آزادی و فدراسیون نجات قلعه و غواصی قرار شد که ما بتونیم یک کار نوعی رو انجام بدیم و یک شعاری رو به عمل تبدیل کنیم، عملی که به هر حال منجر به این میشه که ورزشگاه قدیمی مجموعه ورزشی آزادی تبدیل به یک فضای پاک بشه که هم ورزشکاران دختر و پسر ما بتونن از اون استفاده کنن، همین که موجودات زنده‌ای که حق حیات دارن بتونن از اون بهره‌مند بشن و بتونن به سیستم پاک بودن اکوسیستم اون کمک کنن که ما بتونیم بهره‌مند بشیم و سالیان سال بتونیم استفاده کنیم از این دریاچه که موهبتی بود که به حال به صورت ساخته دست بشر به دست ما رسید و ما با ادامه بدیم که فرزندان ما بتونن در آینده از اون استفاده کنن.
پاکسازی دریاچه چند روزی هست که شروع شده و انشالله ادامه دار هم خواهد بود تا سال آینده. انشالله هر چند وقت یک بار بر اساس برنامه زمان بندی شده این اقدامات انجام میشه تا نهایتا کامل پاکسازی بشه انشالله دریاچه از این مواد و اقلامی که شما دارید مشاهده میکنید انشالله به صورت 100% پاکسازی بشه.